درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 19 شهریور ماه همراه ما باشید. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که دادسرای امنیت زندان اوین برای پخشان عزیزی، بریشه مرادی، نرگس محمدی، محبوبه رضایی و پریوش مسلمی و 5 زن زندانی دیگر احضاریه فرستاده، اما آنها از حضور در دادسرا خودداری کردند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی و انتظامی زندان اوین شماری از معترضان زندانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، اما مسئولین زندان و دادستانی مانع حضور نماینده پزشکی قانونی جهت ثبت کبودی و زخم‌های زندانیان شده و از اعزام برخی از آسیب دیدگان به بیمارستان جلوگیری کردند. نرخ‌های جدید نان در تهران اعلام شد. قیمت‌های رسمی جدید برای نان لواش افزایش حدود 40% و برای نان سنگک حدود 66% افزایش را نشان می‌دهد. فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران، امروز دوشنبه گفت با موافقت وزارت کشور تغییرات قیمت در کارتخانهای عرضه نان اعمال شده است. افزایش قیمت نان در ایران در شرایطی است که مشکلاتی به مانند قطعی گسترده برق پخت نان را در بسیاری از نانوایی‌ها مختل کرده است. مادر نفس حاجی شریف، یکی از دختران نوجوانی که تیر ماه امسال در تهران در ارتباط با حجاب اجباری با ضرب و شتم شدید ماموران بازداشت شد، خبر داد که با گذشت 2.5 ماه از این واقعه مسئولان حتی جلسه دادگاه این پرونده را نیز برگزار نکردند و فقط برای مامور زنی که مدعی شده انگشتش در رفته وقت دادرسی تشکیل دادند. وی افزود دخترش در شرایط اضطراب و استرس شدید به سر می‌برد. پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت افزایش تردیدها در کاخ سفید برای دستیابی به توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در حالی است که بایدن شخصاً می‌خواهد به تلاش برای رسیدن به توافق ادامه دهد، اما مشاوران او فکر می‌کنند در حال حاضر پیشنهاد جدید به جایی نمی‌رسد. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که حملات هوایی اسرائیل به چندین نقطه در منطقه مسیاف در استان حما حداقل 14 کشته و 43 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر برخی گزارش‌ها، یک مرکز تحقیقاتی مهم نظامی برای تولید سلاح‌های شیمیایی از جمله این اهداف بوده است که تصور می‌شود گروهی از کارشناسان نظامی ایران در آن حضور داشتند.